به دلایل زیاد و نامشخصی بشر مدام به دنبال راحتی بیشتر رفته و میره مدام از سختی، گرسنگی، سرما و هر نوع شرایط حتی به مقدار کمی ناخوشایند فراری هستیم در مورد دما انسان مدرن دمای محیط رو بر اساس چیزی که دوست داره و راحت هست به هر قیمتی که شده تنظیم میکنه تمام این موارد با اینکه خوب هستن و در آخر حس خوبی به ما میدن ما را از اصل خودمون دور میکنند از چیزی که باعث شده بشر به طور مرتب در طول تاریخ تکامل و پیشرفت داشته باشه یعنی سختی این سختی میتونه شرایط سخت آب و هوایی شرایط سخت منابع یا حتی سختی مالی باشه هر شرایط سختی میتونه ما رو قوی تر کنه به عبارتی هر چیزی که ما رو نکشه در آخر ما رو قوی تر میکنه امروز میخوام راجع به یکی از این موارد که ما رو نمیکشه اما قویتر و سالمتر میکنه صحبت کنم و اون دوش یا وان آب سرد هست درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم تو کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام راجب دوش آب سرد و خواست اون صحبت کنم. یکی از دلایلی که بشر همیشه به دنبال راحتی است شاید برگرده به این که همیشه شرایط سختی داشته. زندگی هیچ وقت مثل امروزه راحت نبوده. سختی های زیادی در گذشته به انسان استرس داده. استرس غذا، استرس سرپناه، دشمن و هزار یه مشکل دیگه. این به این منظور نیست که انسان مدرن هیچ استرسی نداره داره مدلش خیلی عوض شده استرس با اینکه مدام یا به اصطلاح به صورت مزمن میتونه انسان رو به مرور نابود کنه اگر مقطعی و کنترل شده باشه میتونه باعث قویتر شدن و پیشرفت انسان بشه برای مثال ورزش یک نوع استرس به حساب میاد ضربان قلب بالا میره تمام ارگان های بدن تبل جنگ رو به صدا در میارن و آماده میشن بدن چشم نداره ببینه میدوه برای سلامتی واقعا یا یه خرس دنبالش کرده البته که همه میدونیم ورزش خوبه اما فرض کنید شخصی دوازده الا هیچده ساعت در روز مدام ورزش کنه احتمالا ده روز هم دوام نیاره یا با آسیب دیدگی یا ضعف دست از ورزش میکشه اما وقتی میشه پنج روز در هفته روزی یک ساعت فرد روز به روز قوی تر میشه همین رو میشه در قالب آب سرد برد اگر فردی برای مدت طولانی در آب سرد باقی بمونه قطعا جونش رو از دست میده اما اگر مدت کوتاهی باشه چی اگر یک رب در هفته در وان آب سرد بریم یا روزانه دوش آب سرد بگیریم چه اتفاقی میافته آیا میتونه مثل ورزش پنج روز در هفته اثر مفیدی داشته باشه حتما داره وگرنه این ویدیو رو اصلا درست نمیکردم بسته به اینکه چقدر در آب سرد باشید یا دمای آب چقدر باشه اتفاقات جالبی در بدن میافته که در ادامه خدمتتون میگم و در آخر هم میرسیم به تجربه خودم که آب سرد برای من از کجا شروع شد و چطور پیش رفته مورد اول بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن که چشم نداره وقتی استرس میاد سراغش فکر میکنه قرار بمیره پس سیستم ایمنی خودش رو برای محافظت از ما بهبود میده شما البته میدونید که قرار نیست با یه دوش آب سرد بمیرید این رو مثل تمرین میبینید پس ادامه میدید در اثر این استرس مقطعی آنتیبادی های بدن به شدت افزایش پیدا میکنند باید بدونید که بدن ما در کل و همیشه به صورت ناخودآگاه در تلاش برای زنده نگه داشتن ما هست پس در اون شرایط سخت هر کاری میکنه که قوی تر از قبل بشه تا زنده بمونه و افزایش قدرت ایمنی بدن هم یکی از این موارد هست از طرفی سلول هایی به اسم تی سل هم افزایش پیدا میکنن کیلر سل هم بهشون میگن که مستقیم میرن و خطرات احتمالی بدن رو از بین میبرن دوش یا وان آب سرد برای افرادی که مشکل خودیمنی دارن خیلی توصیه میشه مخصوصا اگر در اثر استرس مداوم بدنتون التحاب داره حتما امتحان کنید برای من جواب داده و احتمال خیلی زیاد برای شما هم جواب میده هم آرومتر میشید هم التحاب بدنتون کمتر میشه مورد دوم افزایش گردش خون هست عروغ مختلف بدن رو اگر پشت به پشت هم بذارید چیزی نزدیک به 120 هزار کیلومتر میشه این معادل سه برابر محیط کره زمین هست متاسفانه زندگی امروزی تحرک کم باعث شده که انسان مدرن خیلی گردش خون خوبی نداشته باشه ساده تا این اثرش رو به صورت واریس میبینیم که یه زمانی فقط در سنین بالای پنجاه شایع بود ولی الان افراد در بیست و خوردهی سالگی هم دچار این مشکل میشن خب قلب ضعیف و گردش خون پایین باعث میشه خون در پاها چون خیلی دور از قلب هست باقی بمونه و این مشکل و خیلی از مشکلات قلبی عروقی دیگه که در اثر گردش خون پایین به وجود میاد پشت به پشت هم برای انسان دردسر ایجاد کنه با آب سرد بدن به شوک خوبی میره و قلب شروع به تپیدن میکنه مثل ورزش گردش خون به شدت بالا میره احتمال زیاد شنیدید که برای واریس میگن آب سرد بگیرید روی پاها خب از همین بهبود عملکرد گردش خون میاد حتما میدونید که انسان یه موجود خونگرم هست نه خون سرد مثل مارمولک مارمولک گرمشه میره توی سایه سردشه میره توی آفتاب ولی انسان میتونه با گردش خون مناسب و عرق کردن دمای بدن خودش رو نسبت به محیط کنترل کنه وقتی مدام شرایط محیط رو خوب و به دلخواه تنظیم میکنید اثر این قابلیت خدادادی یا تکاملی بدن رو کم میکنید وقتی گردش خونتون خوب نباشه دمای 20 درجه براتون خوبه اما شد 22 گرمتون میشه عرق میکنید کلافه میشید اگر شد 18 یخ میکنید و دنبال پتو میرید حالا شاید بگید برخی گرمایی هستن برخی سرمایی که خب در جواب شما باید بگم که هیچ پشوانه علمی برای این امر نیست و در آخر این چیزی نیست جز عادت یک نفر رو از اهواز بردارید ببرید تبریز سردش میشه چون عادت کرده به گرما همین از طرفی برخی نصف اول سال سرمایی هستند و بعدش گرمایی که اصلا دیگه نرمال نیست اگر نسبت به بقیه خیلی بیشتر در فصل سرما همش از سرما شاکی هستید و در فصل گرما همش از گرما شاکی هستین احتمال زیاد گردش خون مناسبی ندارید که آب سرد و ورزش میتونه بهتون کمک کنه مورد بعد بهبود عمل کرده قلب و عروق هست نسبتی داریم به اسم ای پو بی به APOA که در بیماری های قلبی عروقی نقش داره و نشون دهنده ریسک حمله قلبی برای شماست این نسبت برمیگرده به پروتئین های لیپو که هرچه بیشتر باشه ریسک حمله قلبی فرد بالاتر میره وان آب سرد نشون داده میتونه این نسبت رو پایین بیاره پس میتونه به طور غیر مستقیم در کاهش ریسک حمله قلبی هم نقش داشته باشه از طرفی میزان سلول های اکسید شده هم کم میشه و در آخر احتمال حمله قلبی شخص پایین میره اینه که میگن استرس برای قلب بد هست منظور استرس مداوم یا مزمنی هست که باعث اکسید شدن سلول ها میشه خیلی از افراد مدام به دنبال مواد غذایی آنتی اکسیدان هستن خب همین استرس مقطعی مثل آب سرد میتونه یه آنتی اکسیدان مجانی باشه امتحان کنید مورد بعد داشتن انرژی بیشتر و این به معنی داشتن کالری بیشتر نیست انرژی بیشتر محصول گردش خون بهتر هست با گردش خون بالا اکسیژن مواد مغذی و حیاتی خیلی راحت تر به سلول ها رسند. یه جورایی شما سیستم حمل و نقل عمومی رو که همون گردش خون هست بهتر کردید پس به تب خیلی چیزهای دیگه مثل جابجایی اکسیژن بیشتر و بهتر از قبل انجام میشه این انرژی بیشتر از مورد بعد هم میاد و اون هم چیزی نیست جز افزایش سطح دوپامین دوپامین هورمون سرخوشی ما هست هورمونی که باعث میشه ما در حالت عادی سرحال و پرانگیزه باشیم در قسمت 16 راج اصول کار دوپامین اعتیاد و کلی موارد دیگه مربوط به مغز صحبت کردم خودم خیلی دوست دارم داستان دوپامین رو توی خیلی از مسائل زندگی رد پاش وجود داره توصیه میکنم ببینید اونجا گفتم که اینجا هم میگم که آب سرد در صورتی که به مقدار کافی سرد باشه میتونه به صورت میانگین سطح اولیه دوپامین ما رو دو برابر بیشتر کنه برای مقایسه باید بدونید که این تقریبا معادل یک رابطه جنسی یا یک نخ سیگار هست اگر دنبال ترک سیگار هستین هر موقع هوس کردید برید یه دوش آب سرد بگیرید به اصطلاح از سرتون میپره کاهش التهاب در بدن اثر بعدی آب سرد است این اتفاق در اثر ترشح ماده به اسم آدرینال اکسس میفته که یه جورایی مثل ریست کردن بدن میمونه یه شروع نسبتا مجدد که سطح کلی التهاب بدن رو کم میکنه این التهاب ریشه یا اثر تمام بیماری های انسان هست میشه هر بیماری رو بهش ارتباط داد و در آخر چیزی که باعث میشه پیر بشیم همین التحاب های مزمن در بدن هست برای مثال التهاب مزمن در مغز باعث آلزایمر میشه در ریه باعث آسم میشه در عروق باعث حمله قلبی و لیست همینطوری ادامه داره پس اگر راه بی ای مثل آب سرد برای کاهش این التهاب وجود داشته باشه چرا انجام ندیم مورد بعد قدرت بیشتر در مقابله با استرس های زندگی گفتم که مقابله با آب سرد مثل تمرین میمونه اینکه خودش استرس هست در لحظات اولیه هورمون استرس یا کورتیزول فرد بالا میره اما بعد از حدود یک رو شخص آروم تر شده و کورتیزول به شدت کاهش پیدا میکنه البته این حالت با تمرکز خیلی بالایی همراه میشه این کاهش هورمون استرس برای مدت طولانی تری باقی میمونه پس یه استرس کوتاه و موقتی در آخر شما رو قوی تر میکنه دقیقا مثل ورزش در نهایت وقتی استرسی بیاد در خونه که شک نکنید بالاخره یه روزی میاد شما آمادگی بهتری دارید و زانوهاتون خالی نمیکنه یا خدایی نکرده کارتون به بیمارستان نمیرسه و اما یه پیام بازرگانی بریم اگر از محتوای این کانال خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید اون زنگوله یا نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید که از ویدیوهای بعدی اطلاع پیدا کنید لطفا لینکش رو در گروه های مختلف به اشتراک بذارید این کارتون به من کمک میکنه تا وقت بیشتری برای این کار تولید محتوای رایگان بذارم پیشا پیش ممنونم میتونید از روی پلیلیستا ویدیوهای قبلی رو هم ببینید و مرور کنید مورد بعد تمرکز فوق العاده بهتر یه سری از علما این رو به ارتباط بهتر بدن و روح ربط میدن یکی شدن اما علمای علمی تر این رو به دوپامین ربط میدن میتونیم که دوپامین هرچه در مغز بیشتر ترشح بشه تمرکز انسان هم بیشتر میشه آب سرد هم گفتم قبلتر که به طور میانگین دو برابر سطح دوپامین رو بالا میبره در نتیجه همون کاری رو میکنه که خیلی از مواد مخدر میکنند با این تفاوت که یک سطح دوپامین خیلی زود پایین نمیاد و شما برای مدت طولانی تری سر حال میمونید و دو نه اعتیادآور هست و نه عوارضی داره همین دوپامین در مغز اگر کم بشه یا زیادی تحریک بشه مشکلاتی مثل ADHD رو به وجود میاره و اگر به کل نباشه بیماری هایی مثل پارکینگسون که فرد توانایی کنترل حرکات بدنش رو هم دیگه نداره یک اثر مهم دیگه در مغز میتونه درمان افسردگی باشه یک راه طبیعی و بدون عوارض که میتونه فرد رو از شرایط بد و خطرناک روحی که داره نجات بده قطعا شرایط برای افراد مختلف متفاوت هست اما به کل وقتی به آمارهای افسردگی نگاه کنید معمولا در کشورهای توسعه یافته غربی به شدت بیشتره به نظر کاملا قرمی من و فقط از روی تجربه زندگی در کشورهای مختلف یک علت میتونه این باشه که در این کشورها زندگی به شدت راحت هست در مقابل کشورهای در حال توسعه کمتر کسی رو میتونید مثلا در آخر اسفالت احواز پیدا بکنید که افسرده باشه احوازی ها میدونن کجاست چرا چون مدام مردم برای نون شب در تلاش و تکاپو هستن کی رو پیدا میکنید که فرصت کنه افسرده شه یکی از زمانهایی که افسردگی سراغ آدم میاد زمانی هست که پیشرفت یا حرکتی به جلو نباشه در نتیجه شخص دوپامینی دریافت نمیکنه این چالش های کوچیک مثل آب سرد و پیروز شدن در اونها هرچند شاید به چشم خیلی ها بی ارزش و کوچیک بیاد و برای بعضی میتونه حیاتی باشه این پیروزی های کوچیک کوچیک میتونه فرد رو از چاه تاریک و سردی که درش هست بکشه بیرون ریکاوری بهتر بعد از ورزش برای عضلات آب سرد به گرفتگی کمک میکنه و بعد از یه ورزش سخت فرد خیلی زودتر میتونه برای سری بعد خودش رو آماده کنه وان آب سرد بین ورزشکاران حرفه‌ای که شاید روزی دو سه جلسه تمرین داشته باشن بسیار رایج هست این کمک میکنه که بتونن برای تمرین سخت روز بعد یا مسابقه سریعتر آماده شن. البته اینجا بعضی از علما اشاره میکنن که آب سرد میتونه جلوی رشد عضلات رو بگیره اگر هدفتون این هست شاید بهتر باشه بلافاصله بعد از ورزش دوش آب سرد نگیرید یادم میاد 16 یا 17 سال پیش باشگاه کشتی پایتخت نزدیک به صادقیه تار... تهران اه... یه مربی کشتی خیلی معروف بود که متاسفانه اسمشون خاطرم نیست ولی بعضی حرفاشون چرا یکی از این حرفا این بود که میگفت اه... میگفتن بلافاصله بعد از تمرین تو باشگاه دوش نگیرید خونه دوش سرد بگیرید به همه میگفتن ولی گوش شاگردهای خصوصی خودشون رو حسابی میپیچوندن که حق ندارید اینجا دوش بگیرید من کشتی نمیرفتم البته فقط موقعهایی که حرف میزدن گوش میکردم خلاصه که هر جا علم سنت و تجربه همدیگر رو تایید میکنن بدونید یه چیزی هست که احتمال خیلی زیاد درسته بهبود حساسیت به انسولین به طور مستقیم و در نتیجه افزایش سوخت و ساز بدن و در نهایت کاهش وزن به صورت غیر مستقیم از خواص بعدی هست وقتی حساسیت به انسولین بالا میره اثر این هورمون بیشتر میشه و پانکراس نیازی نداره خیلی ترشح کنه در رابطه با کاهش وزن تحقیق خاصی پیدا نکردم ولی تحقیقات زیادی نشون میده که انسولین فرد به شدت پایین میاد و خب این اتفاق باعث برگشت حساسیت به انسولین میشه و در نهایت همون کاهش وزن اتفاق میفته به شرط اینکه برای همون دوش آب سرد به خودتون یک کیک خامهای جایزه ندید اگر در مرحله پیش دیابت قرار دارید شاید ترکیب این آب سرد و رعایت کردن در قند مصرفی شاید نه به احتمال خیلی زیاد میتونه شما را از دیابتی شدن نجات بده همراه با این مقدار کالری دریافتی رو هم کم کنید و دیگه دلیلی برای کم نکردن وزن نباید وجود داشته باشه در قسمت های آینده بیشتر برای این مورد وقت میذارم فعلا قسمت قسمت های 22 و 24 پیش دیابت و چربی سوزی رو ببینید اما آب سرد یه ویتامین خوب داره ویتامین N شاید بگید این چه ویتامینیه دیگه ویتامین N به شما کمک میکنه که نه بگید این ویتامین اراده شما رو قوی تر میکنه یکی از مهمترین خواص آب سرد چیزی که مورد علاقه خودم هست تجربه دارم و میتونم با اعتماد به نفس کامل راجبش صحبت کنم برمیگرده به توانمندی ذهنی یا اراده قابلیت درونی که انسان بتونه بگه نه بتونه کاری رو بکنه یا حرفی رو بزنه که سخته بتونه به اون شیطان روی شونش بگه نه این قابلیت فقط و فقط با تمرین میاد و چه تمرینی بهتر از دوش آب سرد بدن یه آب گرم و راحت رو ترجیح میده میل درونی ما آب گرم هست ولی وقتی دوش آب سرد میگیریم داریم به اون ذهن همیشه راحت طلب نشون میدیم رئیس کیه همین اتفاق با روزه گرفتن یا فست هم میفته ذهن راحت طلب انسان دوست داره مدام بخوره ولی با نخوردن بهش نشون میدیم که ما قوی تر هستیم و حرف آخر رو میزنیم نگفتن به یه فعالیت لذت بخش مثل خوردن، رابطه جنسی، الکل و غیره همیشه سخت است. برای همینه که نیاز به اراده داره وگرنه خوابیدن تا ساعت دوازده ظهر خیلی کار خاصی نداره و اراده خاصی هم نمیخواد این مورد کاملا غیر علمی رو هم در نظر بگیرید بهبود خواب مورد بعدی هست که علما بسته به تخصصشون هر کدوم این رو به یه چیز ربط میدن یه عده عقیده دارن که آب سرد هرمون های بدن رو به کل ریسیت میکنه در نتیجه عملکرد همه هرمون ها من جمله ملتونن یا همون هورمون خواب بهتر میشه اما عده دیگه از علما که فقط یک نفر رو میشناسم خود من اعتقاد دارن یعنی من اعتقاد دارم که انجام یه کار سخت مثل دوش آب سرد یا به عبارتی روبرو شدن با یه چالش و سر بلند بیرون اومدن از اون چالش کوچک یا بزرگ فرقی نمیکنه یه حس پیروزی کم یا زیاد به انسان میده و هر روزی که انسان حس کنه تلاشی که باید میکرده رو کرده و پیروز شده اون روز روز خوبی هست و شبش هم شب خوبی خواهد بود برعکس این اتفاق هم میتونه بیفته اگر بهترین خودمون نباشیم پیشرفتی نکنیم همه چی کسل کننده میشه در آخر هم نمیتونیم خوب بخوابیم انگار قرار بوده کاری بکنیم و نکردیم و چون انجام ندادیم حالا مغزمون نمیذاره بخوابیم مثل بعد از یه دعوا یا مشاجره که آدم همه این حرفاش رو نزده و شبش مغز مدام قر میزنه که چرا اینو نگفتی چرا این کارو نکردی چرا بلا, بلا؟ البته نه که علمای دست اول اشتباه بگن قطعا درست میگن ولی خب برداشت من هم این هست این هم بگم بنا به تجربه من دوش آخر آخر شب اگر سرد باشه خیلی خواب رو بهتر نمیکنه انسان زیادی سر حال میشه و دیگه خواب از سر آدم میپره پس بذارید برای صبح البته که شاید شما رو اذیت نکنه امتحان کنید موارد دیگه گوش کنار بهش اشاره میشه که هنوز تحقیقاتی راجبشون نشده برای مثال آب سرد میتونه به طور غیر مستقیم باعث کاهش رشد سلول های سرطانی و حتی از بین رفتنشون بشه چطور آب سرد باعث رشد سلول های چربی قهوه ای میشه چربی که نوزاد در سالهای اول زندگیش داره سلول های خوبی که به انرژی زیادی نیاز دارند و در رقابت با سلول های سرطانی برای جذب مواد مغذی برنده میشن. از طرفی درباره تیروئید هم بعضی اشاره دارن که آب سرد میتونه تی سه رو افزایش بده و ممکنه در نهایت یه جونی به قده تیروید خسته ما بده قبل از اینکه برید و بپرید داخل وان پر از یخ بدونید که مثل هر فعالیت دیگه ای بهتره که یواش یواش پیش برید راجع به اصول این کار نحوه تنفس و خیلی موارد دیگه در قسمت های بعد صحبت میکنم اما از تجربه خودم بگم در گذشته نه چندان دور مثل خیلی های دیگه وقتی از همون می اومدم بیرون انگار از سونای بخار بیرون می اومدم اما حدود ده سال پیش که خیلی عجیبه وقتی میگم ده سال انگار همین دیروز بود سال 93 من آزم خدمت شدم کجا؟ یکی از پادگان های خیلی پرت ارتش به اسم سفنج کرمان پادگان خیلی معروفی بین قدیمی ها معروف که از یه سمت در جنوبی خر میری تو و از اون بر در شمالی آدم بیای بیرون ببخشید ولی خب اینجوری بهش میگن اما اینجا یه مشکل بود هر گروهان حمام خودش رو نداشت که دو, گر... دو گردان اگر اشتباه نکنم دوازده گروهان هر گروهان حدود 140 50 نفر تحصیل کرده ها بودن که همگی یه حمام داشتن یه ساختمون جدا با حدود 34 تا دوش پس زمان استفاده از حمام خیلی محدود بود مثلا هر گروهان دو بار در هفته و حدود دو ساعت زمان داشت که معمولا هم غروب بود که ساعت خدمت تموم می شد. اما من عادت به هر روز دوش گرفتن داشتم نمیشد که اصلا خوشبختانه اما حمام هر روز اگر اشتباه نکنم ساعت چهار صبح تا پنج برای همه آزاد بود. و اما متاسفانه مسئولش همیشه خواب میموند و از طرفی تا آب گرم کن رو روشن میکرد خیلی فرصتی نمیموند و خب از آب گرم کن ارتش چه انتظاری دارید گرم نمیشد خوب خلاصه که یا باید دوش آب سرد میگرفتم یا بوی بد خودم رو تحمل میکردم که من گزینه اول رو انتخاب کردم سخت بود اوایل عواستش هم سخت بود اما بالاخره بهتر و عادت شد شاید باورتون نشه ولی اون زمانی که من کرمان بودم برف هم اومد ولی من باز هم پنج صبح از توی برف ها رد می شدم تا به ساختمون حمام برسم و دوش آب سردم و بگیرم خدا شکر از گروهان ما خیلی راه نبود حالا نه اینکه لذت می بردم واقعا سخت بود و اصلا دوست نداشتم از تخت گرم بیرون بیام اما الان که بهش فکر میکنم برنامه های صبح به خط شدن ها برای من یه مقداری راحت تر از بقیه بود شاید چون من اون سختی کوچیک رو اول صبح کشیده بودم همون دوش آب سرد از طرفی همون دوش آب سرد خیلی از دلتنگی ها و دوری ها رو یه جورایی شست و برد باید بدونید که صرف پنج کرمان بالاترین میزان نرخ خودکشی و فرار از خدمت رو در گذشته داشت. این هم از خدمت که با همه سختی هاش فقط خاطرات خوبش میمونه. اما این دوش سرد برای من عادت شد. بعد از کرمان شیراز و اونجا هم همین داستان ادامه پیدا کرد. سالها گذشت و دیگه دمای آب برای من ملایم و سرد در تابستون بود. و همین جوری تقریبا باقی موند. یه خورده طولانی شد اما امیدوارم لذت برده باشید. بیشتر منابع این قسمت از تجربه خودم و بعدش مرد افسانه‌ای به اسم ویمهاف میاد. معروف به مرد یخی. ایشون که اسطوره ای در مقابل با سرما هستند، قله های زیادی مثل کلیمانجارو رو با شروالک فتح کردن. شاید باور نکنید ولی عکسش رو میذارم. اگر دنبال منابع انگلیسی هستید میتونید صحبت های ایشون رو گوش کنید. روش های تنفس ایشون به من در دوران سخت زندگیم خیلی کمک کرد میتونه به شما هم کمک کنه اگر هم دنبال محتوای انگلیسی نیستید من رو دنبال کنید تا با اصول کار ایشون بیشتر آشنا بشید ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما برای اون عزیز بفرستید شاید بهشون کمک کرد امیدوارم این محتوا براتون مفید باشه و با تنی سالم از دکتر و هزینه های غیر ضروری دور بمونید موفق باشید تا بعد بدن ما در کل و همیشه به, صورت ناخداگاه در تلاش برای زنده نگه, نگه... میشه گفت به صورت ناخداگاه در تلاش برای زنده نگه, نگه داشتن ما, نگه داشتن ما میدونیم که دوپامین هرچه در مغز بیشتر ترش رو باشه بشه باشه بشه مورد بعد یعنی سوم عمل کرده به خوره